خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر و معاون من در کانون مدافعان حقوق بشر بود. در زمینه مختلف حقوق بشر خصوصا کمک به خانواده زندانیان سیاسی و بخش زنان کانون مدافعان حقوق بشر فعال بود. او به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری به 6 سال حبس محکوم شده. در اثر فشارهای بین المللی و اعتراضات بین المللی با وثیقه بسیار سنگین نرگس رو آزاد بهش مرخصی میدن که بیاد خودش رو درمان بکنه. زمانی که او رو دستگیر میکنن در بازداشت که بود به خاطر فشارهای جسمی و روحی که به او وارد میشه مبتلا به فلج ادواری عضلانی میشه. مشکل اینه که اگه حالش خوب بشه دو مرتبه میره زندان و دو مرتبه همان بیماری عود میکنه، برای اینکه این یک بیماری روانتنیه، یعنی یک بیماری است که در اثر ناراحتی روانی بهش عود میکنه. مسئله مهم مسئله انسانیه که برای این دوتا بچه پیش آمده، برای اینکه شوهر نرگس که قبلا در جمهوری اسلامی 15 سال زندان بود وقتی که میرن دستگیرش بکنن مجبور میشه از کشور خارج بشه. این دوتا بچه به وسیله مادر بزرگشون نگهداری میشن و انقدر روحیه این بچه ها تضعیف شده که اینا هر شب مادر بزرگ رو بغل میکنن و میگن تو پیری، نکنه تو هم بمیری، اگه تو بمیری کی از ما مراقبت بکنه. و این سرگذشت دردناک کسیست که خودش و شوهرش عمرشون، سلامتیشون، هستیشون رو برای حقوق بشر گذاشتن. صدای اونها باشید، اونها رو کمک کنید. نرگس محمدی is a human rights defender whose case is indicative of many more in Iran. Gravely ill, in July 2012, she was released on bail for specialized medical treatment. As I speak, in September, she remains outside of prison. If she's returned to prison, she'll once again be a prisoner of conscience. Take action now to overturn her unjust conviction. Help make sure she never returns to prison or is released immediately if so.